فساد فقط احیانا نادرستی و دزدی، چه دل دزدی چه دزدی های بزرگ نیست. فساد در عقب ماندگی اجتماعی است، فساد در روابط اجتماعی است، فساد در اختلافات فاحش طبقاتی است. فکر کردم، مطالعه کردم و راهی ندیدم غیر از این که همتی بشود و تمام مقرراتی که لازم است جامعه ایرانی را از هر نوع قید و بند و زنجیری خلاص بکند و اجتماع ایران را مطابق پیشرفته ترین اجتماعات دنیا در بیاورد، چاره‌ای نیست. فکر کردم که اکثریت مملکت کیست؟ 75% آن رعایای بینوای آن روز بود. ما بقیه اکثریت کارگران زحمتکش و شریف ایران بود. ما بقیه اکثریت کارمندان زحمتکش دولت بود. ما بقیه اکثریت تمام مردمی بودند که میل داشتند وضع مملکتشون اصلاح بشود. نصف جمعیت زنهای ایران بود. در اون وقت به نظرم رسید که اقدامات ما از لحاظ قاطعیت باید مطابق عظیمترین انقلابات تاریخی جهان باشد. موقعیت ما به ما اجازه میداد. از یک طرف موقعیت من به عنوان پادشاهی که مردم ایران میشناختند و با او آشنا بودند و به او اعتماد داشتند، و از طرف دیگر شناسایی ملت از طرف من که ملت از این بهتر، پاکتر، صافتر، صمیمیتر و وطن‌پرست‌تر پیدا نمی شود، به من اجازه داد که این برنامه انقلابی همه جانبه را به تصویب مستقیم ملت بگذارم. چون تاریخ اخیر است، همه به خاطر دارید که با چه شوقی، چه ذوقی، چه هلهله‌ای 6 ماده پیشنهادی را شما در 6 بهمن 41 به صحه خود گذاردید. چند روز بعد آزادی و مساوی بودن حقوق اجتماعی و سیاسی زنهای ایران را اعلام کردم. آن را هم به خاطر دارید که با چه استقبالی روبرو شد. پس از آن 2 سپاه دیگر به 6 اصل انقلاب ایران اضافه شد: سپاه بهداشت که اولین دسته آن قریب 1 ماه پیش به اکناف مملکت سرازیر شدند، و سپاه دیگر، سپاه ترویج و آبادانی، که آن نیز مطمئن هستم با همون روحیه سپاه دانش و سپاه بهداشت به وظایف خود قیام خواهد کرد. وضعیت جدید ایران یعنی حکومتی که بر منافع اکثریت است، حکومتی که اکثریت
در آن عملا شرکت دارند، این حکومتی نیست که یا خارجی یا دست پرورده های داخلی آن بتوانند در اون رخنه‌ای بکنند. این موقعیت که پیدا شده است به ما اجازه داد بتوانیم در این چند روز اخیر دو اقدام مهم انجام بدهیم. یکی بهتر کردن شرایط قرارداد نفت 1333 بر روی تصمیمات اوپک، یعنی شرکت کنندگان در اون سازمان. البته تاریخچه سازمان اوپک را شاید بدانید. چند مملکتی هستند که دور هم جمع شدند و به وسیله این سازمان سعی کردند که منافع نفتی خود را در دنیا بهتر محفوظ بدارند. پس از مدت‌ها مذاکره و جلسات متعدد، بالاخره در شهر جاکارتا آخرین کنفرانس اوپک تشکیل شد و در آنجا تصمیماتی گرفته شد که اکثریت ممالک عضو آن را قبول کردند و به مرحله اجرا درآمد. ولی باید به شما بگویم که در اونجا شرطی بود که برای ما قبولش امکان نداشت. به این جهت تنها شرایطی که ما قبول کردیم فقط شرایطی بود که نفعی به ایران میرساند و از شما پوشیده نباشد که خود را برای همه چیز حاضر کرده بودیم. ما حاضر نبودیم که برای یک منافع مادی شرطی را قبول بکنیم که احیاناً کوچکترین خدشه‌ای به حقوق مکتسبه ایران وارد بیاورد. موفقیت بزرگ سازمان اوپک در این بوده است که اصل به خرج گذاشتن بهره مالکانه را به کمپانی‌های نفت قبولاندیم. البته این کار به تدریج خواهد شد. امسال با 3.5 سنت شروع می‌کنیم. سال بعد و با سال بعد نیز اضافه شدن درآمد ما مسلم است. از آن به بعد هم بناست با شرکت‌ها در تماس باشیم که به حد اکثر امکان این اضافات بشود تا روزی که تمام بهره مالکانه به خرج گذاشته شود. گفتم حاضر بودیم که به هر فداکاری تن بدهیم، ولی هیچ چیزی که منافات با منافع ما داشت قبول نکنیم. مذاکرات طول کشید تا اینکه بالاخره کمپانی ها به شرایط ما راضی شدند و امروز بر اساس حسن تفاهم و رضایت کار ما با کنسورسیوم نفت جنوب ادامه دارد. ولی موفقیت از این بزرگتر موفقیتی است که ایران در بخش یک فلات قاره ایران در خلیج فارس به دست آورده است.
چون مطلب فن نیست و به هر صورت قراردادها منتشر خواهد شد و همه فرصت مطالعه آن را خواهید داشت، خلاصه می کنم و می گویم که قراردادهای جدید با مقایسه با قرارداد اولی که بر اساس 75-25 در 1957 میلادی امضا شد قابل مقایسه نیست. البته به نفع ما قابل مقایسه نیست. طوری در این امر پیشرفت کرده ایم که می توانم با افتخار کامل اطلاع شما ملت ایران برسانم که باز در اثر یک پارچگی صفوف شما ملت و ارتباط مستقیمی که بین من و شما یعنی دستگاه مجریه و شما ملت موجود است، این موفقیت به دست آمده است. در هیچ نقطه دنیا تا به حال همچین پیشرفتی در امر عقد قرارداد نفتی بین یک مملکت تولید کننده با کمپانی هایی که مطابق این شرایطی که اطلاع دارید یا اطلاع پیدا خواهید کرد انعقاد پیدا نکرده است. مطمئن باشید که در این جریان همه چیز مطابق بزرگترین آمال ما و آرزوهای ما به نفع و به نظر ایران پیشرفت کرده است. با این موفقیت‌های فوق العاده چه آینده‌ای در پیش ما هست؟ اساس اجتماعی جدید ما ریخته شده است، مظالم اجتماعی از بین رفته است، منافع اکثریت ملت ایران به وسیله قانون به دست آمده است، ولی تمام این مقدمات تمام اینها باید منجر به رفاه بیشتر و آسودگی و آسایش بیشتر شما ملت ایران بشود. البته از بین بردن روابط کهنه پوسیده غیر عادلانه ارباب و رعیتی در مملکت ایران تمام شد. مرحله اول اصلاحات ارضی خاتمه پیدا کرد. مرحله دوم با جدیت شروع شده است. بانک اعتبارات کشاورزی الان دارای 700 میلیون تومان سرمایه است. از پذیره جدید نفت از بخش یک این سرمایه را ما به 1000 میلیون تومان خواهیم رساند. شرکت های تعاونی شاید قریب 4000 از آنها الان تأسیس شده و این کار باید ادامه پیدا بکند تا اینکه شاید به رقم 15000 شرکت تعاونی روستایی برسیم. حالا اساس کار ما در کشاورزی باید نتیجه گرفتن از امر اصلاحات ارضی باشه، یعنی تولید محصول به هکتار باید به پایه‌ای برسد که درآمد سرانه کشاورز ایرانی تطبیق بکند با ممالک پیشرفته دنیا. در ممالک پیشرفته دنیا یک کشاورز و زارع اگر از زمینی که در آن زراعت می کند آن محصول کافی را به دست نیاورد، مثلا اگر از یک هکتار گندمکاری تبدیلش می کنم به اصطلاحات معروف خود ایران، اگر از یک هکتار گندمکاری
یک تخم احیاناً 35 یا 40 تخم بر ندارد، یا از یک هکتار زمین گندمکاری 2.5 تن الی 3 تن گندم بر ندارد، اصلاً دست به کشت و زراعت گندم نمی گذارد. همینطور راجع به پنبه، همینطور راجع به برنج و سایر محصولات کشاورزی. حساب شده است برای اینکه یک خانواده کشاورز بگیریم، هر خانواده ای تشکیل می شود از 5 نفر، بتواند درآمدی آخر سال داشته باشد که به هر فردی آن مقداری برسد که مطابق سطح درآمدهای امروزی ممالک مترقی باشد، باید حساب بکنیم که اولا از هر هکتاری چقدر محصول باید به دست بیاید و برای یک خانواده 5 نفره چند هکتار لازم است. موضوع به دست آمدن محصول به وسیله آبیاری صحیح، به وسیله استفاده از ماشین‌های زراعتی، به وسیله کود شیمیایی حل می شود. موضوع مقدار هکتار لازمه چیزی است که بعد خود به خود در جامعه جدید کشاورزی ایران پدید خواهد آمد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما برای اینکه ملت مترقی بشویم باید یه مملکت صنعتی بشویم. مقدار درصد فعلی جمعیت که 75% در دهات زندگی می کنند و ما بقی در شهرها باید معکوس شود. امروز 12 میلیون هکتار بیشتر زمین ایران تحت کشت نیست. نصف آن نیز برای خاطر عایش هر سال کشت نمی شود. جمعیت 23 میلیون نفری ایران به وسیله 6 میلیون هکتار که اون هم هکتاری محصول بسیار محقری به دست می آید تغذیه می شود. این است که از حالا اگر یک سال استثنایی خوب کشاورزی نباشد می بینیم که مجبور هستیم در قسمت‌های فراورده‌های کشاورزی واردات داشته باشیم. چند سال است که ایران از خارج گندم وارد می‌کند. حتی حبوبات وارد می‌کنیم. از لحاظ دامپروری نیز به همین اشکال دچار هستیم. تعداد دام‌های ایران به نسبت مراتع زیاد است. برای ایجاد مرتع در ایران هیچ فکری تا به حال نشده است. اگر این وضع ادامه داشته باشد ایجاد فرسایش می شود. حتی زمین های فعلی و مراتع فعلی نیز به کلی از حیز استفاده خارج خواهد شد. ما باید ایجاد مراتع مصنوعی بکنیم، یعنی تخم علف را بکاریم، زراعت بکنیم. ولی می گفتیم که وقتی که 75% جمعیت کشاورز ایران به 25% رسید و 12 میلیون هکتاری که فعلا تحت کشت است به لااقل 35 میلیون هکتار قابل کشت در ایران توسعه پیدا بکند، آن وقت است که هر خانواده کشاورز ایرانی، فرض کنیم که این کار 25 سال 30 سال طول بکشد، این درصد 75% به 25% تبدیل بکند، در عرض این 30 سال نیز امیدوار هستیم 35 میلیون هکتار تحت کشت قرار بگیرد. در این 30 سال فکر می‌کنیم که جمعیت ایران به بیش از 40 میلیون برسد.
شاید نزدیک 45 میلیون. اگر 25 درصد 45 میلیون جمعیت بگیرید و اون را تقسیم به 35 میلیون هکتار بکنید و از هر هکتاری به حد اکثر امکان استفاده تولید محصول کشاورزی بکنید، آن وقت است که برای یک خانواده کشاورز و فرد فرد اعضای آن خانواده کشاورز درآمدی حاصل خواهد شد که مطابق درآمد ممالک مترقی دنیا خواهد بود. برای این کار چه باید کرد؟ تمام نقاطی که در ایران امکان سدسازی هست باید مطالعه بشود و اون سدها ساخته بشود و اراضی زیر سد مورد استفاده کشاورزی آخرین سیستم بشود. برای 35 میلیون هکتار کود شیمیایی کافی باید فراهم بشود. جایی که امکان ایجاد سد نیست باید به وسیله حفر چاه‌های عمیق آب زیر زمینی این مملکت را، آن هم به مقدار حساب شده، خارج بکنیم و برای کشت و زرع استفاده بکنیم. حسابش دقیق است، حسابش حساس است. اگر آب را از مقدار مجاز بیشتر خارج بکنیم، یک ضرر و در واقع خیانتی است که به نسل‌های آتی زدیم. مقدار بارندگی در مملکت تقریبا معلوم است و می دانیم که در سال چقدر از آسمان آب به روی مملکت نازل می شود. این حسابها را می شود حل کرد. امیدواریم تا 30 سال دیگر وسایل جدید فنی پیدا بشود. شاید راه اقتصادی اجبار کردن ریزش باران از ابرهایی که از آسمان می‌گذرد پیدا بشود. چیزی که به آن امیدواری زیاد هست شیرین کردن آب شور دریاست برای زراعت به قیمتی که اقتصادی باشد و امکان فراهم کردن فراورده های زراعتی داشته باشد. باید در مبارزه با آفات آنی غفلت نکنیم. امروز مقدار متنابهی از محصولات ایران به وسیله آفات از بین می رود. البته در بسته‌بندی محصولات باید بکوشیم در تبدیل کردن مواد تولیدی کشاورزی به مواد خوراکی باید بکوشیم. این هم صنعت بزرگی است و برای بهتر رسیدن به تمام این هدف‌ها در ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید، شرکت‌های تعاونی توزیع، شرکت‌های تعاونی مصرف حد اکثر تلاش خود را انجام بدهیم. هر نوع جامعه‌ای با هر سیستم حکومت امروز در دنیا بالاخره به این نتیجه رسیده است که برای تأمین رفاه و آسایش ملت غیر از اتخاذ سیستم تعاونی‌ها راه دیگری نیست. در این قسمت هم باید دولت بکوشد و هم خود مردم ایران برای پیشرفت کار زراعت، البته برای صنعت که جای خود دارد ولی حتی برای زراعت نیز باید ما سعی بکنیم برق را به دهات ایران نیز برسانیم. نقشه ایران پشت سر من است. میل دارم با هم نقشه ایران را مطالعه کنیم و امکانات این مملکت را
در نظر بگیریم. با سرحدات این مملکت مسلماً شما ایرانی ها آشنا هستید. از جنوب شروع می کنم، خرمشهر و کرانه های خلیج فارس تا خلیج گواتر و از این طریق قسمت های بلوچستان، قسمت های سیستان، قسمت های خراسان، قسمت های گرگان، دشت سرسبز و مهمی در شمال ایران، دشت گرگان به تنهایی موقعی که بهره برداری صحیح و کامل از او شد و خوشبختانه الان به مقدار قابل توجهی شروع شده است، اهمیت به سزایی در تولیدات کشاورزی مملکت خواهد داشت. امیدهایی هم داریم که در دشت گرگان گاز و نفت نیز پیدا بشود. کرانه های مازندران و گیلان و قسمت های آذربایجان، کردستان، لرستان و قسمت های البته مرکزی، قسمت های اصفهان و فارس و کرمان. برای صنعتی کردن مملکت و در این حال پیشرفت کشاورزی مملکت، عنصر اصلی تولید برق خواهد بود. باز در اینجا خداوند خواسته است که بهترین وسائل و بزرگترین امکانات تولید برق در ایران فراهم باشد. در خوزستان به تنهایی از گرفتن برق از رودخانه های عظیم این خطه و از استفاده از نفت و گاز امکان تولید 7 میلیون کیلووات ساعت برق می باشد. این همه برق چه امکاناتی به ما می دهد؟ اول کشیدن برق به تمام نقاط این استان، به تمام دهات این استان. این سدهایی که ساخته بشود در زیرش کشاورزی بسیار پیشرفتی ایجاد خواهد شد. کشاورزی که مطابق این متد در زیر این سدها کار بکند، این یک کشاورز مرفهی خواهد بود که قدرت مصرف برق به هر اندازه‌ای خواهد داشت، به خصوص که برق ارزان خواهد بود. اضافه بر رفاه و آسایشی که در خانه‌های روستایی این استان پیدا خواهد شد، صنایع عظیمی می‌تواند در این استان ایجاد بشود. مثلا یکی از صنایع مهمی که امروز در دنیا موجود است، صنعت آلومینیوم است. امکان ایجاد صنعت آلومینیوم به مقدار بزرگ در ایران هست. از برق و گازهای طبیعی این استان می شود کود شیمیایی به مقدار فوق العاده ایجاد کرد. برقی که الان ما می شناسیم و داریم امکان این را می دهد که ما شاید تا 2 میلیون تن امونیاک تولید بکنیم. 2 میلیون تن امونیاک را اگر تبدیل به کود شیمیایی بکنید، می شود 8 میلیون تن کود شیمیایی مختلف. برق‌های استان را که مثلا یکی از اونها برقی است که از سد روی رودخانه کارون امکان به دست آمدن آن هست، می شود بلافاصله به اکثر طرق بکشیم به شهر صنعتی اصفهان. در نزدیکی‌های اصفهان روی رودخانه زاینده رود امکان ایجاد سدی هست
که این کار را خواهیم کرد. این صد کشاورزی این استان را تغییر خواهد داد. این صد نیز به نوبه خود تولید برق خواهد کرد. اگر ما از لحاظ فنی تصمیم بگیریم که ذوب آهن ایران در اصفهان یا حوالی اصفهان ساخته بشود، این برق کمک فوق‌العاده‌ای به این کار خواهد کرد. صنعت ذوب آهن مسلماً ایجاد کننده صنایع بیشمار دیگری خواهد شد. صنعت آلومینیوم نیز کارگاه‌های متعددی را در این مملکت ایجاد خواهد کرد. صنایع پتروشیمی به مقدار غیر قابل پیش بینی، برای اینکه به قدری میدانش وسیع است که از حالا نمی‌شود پیش بینی کرد، ایجاد کارگاه‌های صنعتی در این مملکت خواهد بود. این برق‌های این استان به هر سمتی که لازم باشد و صنعتی ایجاد بشود کشیده خواهد شد. در رودخانه ارس با اشتراک همسایه شمالی خود مشغول ایجاد سدهایی هستیم که ما عالم اگر تمام امکانات را در نظر بگیریم روزی قابلیت تولید شاید 1,000,000 کیلووات برق و آبیاری 100,000 هکتار زمین‌های زراعتی خواهد داشت. نصف این برق به سمت ایران خواهد آمد. پس ما آذربایجان را به وسیله برق ارزان می توانیم صنعت را راه بیاندازیم. از حالا نقشه کمربندی شبکه برق البرز در مطالعه است. تأسیسات برق تهران تا قریب 2 سال دیگر به قدری زیاد خواهد شد که در حدود 270,000 کیلووات به برق موجود تهران اضافه خواهد شد. می توانیم باز هم از گازهایی که در منطقه سراجه پیدا شده است یا مراکز نیروی دیگری در اطراف تهران ایجاد بکنیم و گاز سراجه را هم توانیم از یک مسیری که مشغول مطالعه هستند به اصفهان برسانیم. این کمربند برق البرز که می تواند تا گرگان برود و اگر لازم باشد از این سمت به تهران و 2 مرتبه به سد سفیدرود وصل بشود و از این طرف به تأسیسات برق آذربایجان متصل بشود، امکان خواهد داد که دشت قزوین را مطابق آخرین متدهای فنی ما به وسیله حفر چاه‌های عمیق آبیاری کنیم. در راحل مازندران چاه‌های نیمه عمیق به وسیله برق به کار خواهد افتاد. وضع مملکت با رسیدن برق به دهات و برق ارزان برای صنایع و کشاورزی به کلی تغییر خواهد کرد. سیاست ما در آتیه این خواهد بود که تمام فراورده هایی که مورد مصرف عمومی است به قدری تولید بشود که قیمت آن به حد اقل امکان در دسترس مردم برسد. مثلا در آتیه شما شاهد تنزل فاحش قیمت برق خواهید. کشاورزی ایران طوری باید ترقی بکند
که محصول مثلا چغندر ایران به هکتار از وضع فعلی برسد. اول هدف ما 30 تن در هکتار، تا روزی به خواست خدا به 40 و 45 تن نیز برسد. آن وقت است که قیمت شکر یا قند تمام شده کارخانجات ایران به قدری تنزل خواهد کرد که شما در آتیه قند را به خیلی ارزانتر از قیمت فعلی مصرف کنید. با وسایل آبیاری و رساندن کود شیمیایی به مزارع برنجکاری، با وجودی که درآمد کشاورز برنجکار به مراتب از حالا بالاتر خواهد رفت، روی ازدیاد تولید قیمت برنج مسلماً به قیمت‌های بین‌المللی خواهد رسید، بلکه از لحاظ داخلی کمتر، و شما برنج را به خواست خداوند ارزان‌تر مصرف خواهید کرد. وارد تمام جزئیات متاسفانه نمی‌شود شد، وقت زیاد لازم است، ولی اساس سیاست این است که این مواد مصرف عمومی که البته مصرف کننده اکثریت مردم هست، سیاست آتی ما در این است که قیمت این مواد مسلماً پایین‌تر بیاید. پس با صنعتی شدن مملکت و به هم خوردن درصد جمعیت و اشتغال پیدا کردن 75% جمعیت مملکت در شهرها و در صنایع، ما از 2 سال پیش به فکر تأمین منافع طبقه کارگر ایران افتاده. نه فقط قوانین کار ایران را ما اگر لازم باشد تکمیل می‌کنیم، ولی ابتکاری کردیم که از لحاظ قانونی شاید در کمتر نقطه از دنیا سابقه داشته باشد. یعنی کارگر ایرانی را در سود ویژه کارخانجات تا 20% شریک کرد. این منظور فقط یک کمک اضافی و مالی به کارگر نیست. در این امر ما می‌خواهیم به احترام شرافت ذاتی کارگر نشان بدهیم که وجود او، قدرت بازوی او، مورد استفاده استثماری نیست. اگر در جای کار می کند، فقط به عنوان یک مزدور خالی نیست. او در سهیم شدن یه حسه‌ای برای خودش قائل است. فکر می کند که این کاری که انجام می دهد به طریقی در این کار شریک است، نه فقط از لحاظ زحمت، ولی از لحاظ احترام گذاشتن به کار او، به شخصیت او. البته در وضع او گشایش مالی حاصل می شود. روز اول که این پیشنهاد را کردم، عده زیادی ترسیدند. گفتند در این مملکت پس دیگر چطور سرمایه گذار جرأت بکند و تحقیق بشود که سرمایه گذاری بکند در صورتی که در سود کارخانهش کارگر وارد میشه، این فردا اظهار نظر خواهد کرد در طرز کار کارخانه و به کلی سیستم کار به هم میخوره.
پافشاری کرد. این کار تا بهار در کارگاه‌های متعددی عمل شد. خوشوقتم بگویم که همون کسانی که روز اول این طور اظهار وحشت می‌کردند، امروز نه فقط صدایی از اونها در نمی‌آید، بلکه معترفند که به مراتب فراورهای کارخانه بالا رفته است، ضایعات کمتر شده است و اگر کارگر استفاده بیشتری می رود، این به ضرر کارفرما نیز تمام نشده است. به هر صورت این کارفرما باید بداند که غیر از یک محیط صمیمیت که در کارخانه باید حکم فرما باشد، محیط جبر و زور و اکراه برای هیچ کس فایده‌ای ندارد. برنامه‌های دیگری که برای رفاه کارگران داریم، همچنین رفاه همه ملت ایران، این است که شرایطی فراهم بشود که یا خانه‌های سازمانی یا شرکت‌های تشکیلاتی پیدا بشود که خانه‌هایی بسازند و به کارگران و سایر افراد مملکت ایران به اقساط مناسب بفروشند. بیمه‌های اجتماعی ما باید از هر حیث جوابگو و تکافوی احتیاجات مردم ایران را بدهد. این بیمه های اجتماعی فعلا در امر کارگری است، ولی اجتماعی مترقی ایران لازم خواهد داشت که بیمه های اجتماعی در هر قسمتی و به هر طبقه سرایت بکند و هر فرد ایرانی که به دنیا می آید و تا آن روزی که چشم از این دنیا بر می بندد، یک طوری خودش را در تحت سایه و حمایت بیمه های اجتماعی محفوظ بداند. مرض، اتفاقات، تصادفات، تصادمات و بیمه های سالخوردگی یک فرد ایرانی در اجتماع مترقی آینده ایران این موقعی که سال خورده می شود، این نمی تواند مثل یک حیوانی برود در یک گوشه‌ای کز بکند تا موقعی که مرگ او را خلاص بکند. البته در قسمت‌های دولتی بازنشستگی داریم، ولی افراد دیگر ملت ایران که کارمند دولت نیستند باید به یک طریقی بیمه بشوند و ایام کهولت و پیری خود را در رفاه و آسایش بگذرانند. برای انجام تمام این کارها ما احتیاج به یک کادر متبحر و متخصص داریم. برای این کار آموزش و پرورش ایران باید به کلی زیر رو بشود. فرزندان این مملکت برای ایجاد این وضعی که برای شما تشریح کردم باید آماده و جهز باشند. چون بیشتر این کارها جنبه فنی خواهد داشت و تخصصی خواهد داشت، مدارس حرفه‌ای ایران باید به مقدار فوق العاده زیادی تکثیر بشود. البته مدارس علمی نیز به جای خود اهمیت خود را خواهد داشت. برای اینکه یک همچین اجتماع مترقی احتیاج به عالم هم دارد. و این علم را ما سعی می‌کنیم در دانشگاه‌های ایران به بهترین وجهی فراگیری آن را امکان پذیر بکنیم. دانشگاه تهران باید از هر جهت تکمیل بشود
دانشگاه‌های دیگر ایران به تدریج باید تمام دانشکده‌های لازم را داشته باشند و ما بتوانیم افراد دانشگاه دیده لازمی که برای اداره امور مملکت لازم هستند در داخل مملکت خودمون تربیت کنیم. البته من با رفتن به خارج برای تحصیلات عالیه علمی به خصوص برای دوره‌های تکمیلی مخالف نیستم، بلکه آن را مفید و لازم نیز می‌دانم، چون دیدن ممالک خارجی و آشنا شدن به خصوص با تکنیک جدید برای اجتماع آینده ما کمال ضرورت را دارد. به هر صورت آینده ما به خواست خداوند طوری درخشان است که آنی از فراهم کردن تمام وسائل رسیدن به اون آتیه نباید غفلت بکنیم. با وجود تمام اطمینانی که به اتحادهای سیاسی خود داریم، تا روزی که در دنیا خلع صلاح مطمئنی انجام نشود و اینکه گاه گاهی نیز علامت ضعف و فتوری در سازمان ملل متحد بینیم و همچنین گاهی جسارت‌هایی را نسبت به مملکت خود، به منافع خود می‌شنویم، آنی از تقویت لازم قوای دفاعی خود غفلت کنیم. با اطمینان به این که شما ملت نجیب ایران همیشه در تحت حفاظت پروردگار باری تعالی بوده اید و با پیروی از دین مبین اسلام و توجهات ائمه اطهار می دانم که آتیه شما کاملا تضمین شده است.